در یک دنباله حسابی غیر ثابت غیر ثابت یعنی قدر نسبت صفر نیست خب جملات سوم، هفتم و نهم تشکیل یک دنباله هندسی میدن خب وقتی میگه سه جمله متوالی یک دنبال هندسی بچه ها یعنی قطعا بعد از واسطه هندسی استفاده کنیم واسطه هندسی چی میگه میگه وسطی به توان دو حاصل ضرب قبلی ضرب در بعدی بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم جملاتی که الان من باشون سر و کار دارم این جملات مربوط میشن به دنباله حسابی یعنی مثلا جمله سوم که میخوام بنویسم جمله سوم میشه آ به علاوه دو تا دی بعد جمله وسطیش میشه جمله هفتم خب جمله هفتم میشه آیک به علاوه 6 تا دی خب این 6 تا دی به توان دو میرسه وسطی به توان دو میشه قبلی زب داره بعدی خب بچه اینه که به توان دو برسونم میشه آ یک به توان دو دومی به توان دو که میشه سی و تا دی دو دو برابر اولی در دومی اینجا هم که بیام اینا رو ضرب کنم با هم دیگه چی میشه جمله مشترک به توان دو مجموع غیر مشترکان بچه ها ده تا دی ضرب آی آیک و حاصل ضرب جملات غیر مشترک یعنی چی 16 تا دی دو خب حالا بیام اینا رو ساده کنیم آ آی کامون با هم دیگه که میره بعد میام اینجا میتونیم بگیم که بچه ها اینا رو بکشیم این طرف این ده تا دی آی آیک با دوازده تا دی آی آیک میشه دو تا دی آی آیک خب از این طرف اگه 16 رم بکشونم بیارم این طرف میشه چی بچه ها؟ 16 20 تا دی دو خب اینم که الان به علاوه و اینجا صفر شد الان چی کار کنیم؟ من نظرم اینه که از یه دونه دو تا دی فاکتور بگیریم اون موقع میشه آی آیک به علاوه ده تا دی ا این جمله یازدهمه که خب جمله یازدهم الان تو میدونی که تو صورت سوال چی گفته بود غیر ثابت غیر ثابت یعنی دی مخالف صفره پس آیه که به علاوه ده دی باید صفر باشه در نتیجه جمله یازدهم شما صفر میشه